سلام، وقتتون بخیر باشه. این اواپراتور رو که میبینین کثیف‌ترین اواپراتوری که تا حالا باز کردیم، البته کثیف نیست، این دوده گرفته. یعنی الان توی یه کارخونه تولید ماهی دودی هستیم که یه مقدار در مورد ماهی دودی اطلاعات ازشون گرفتیم که توی این ویدیو بگیم و چرا اواپراتور میخوان. و همینجوری که میبینیم دو تا اتاق دارن، یه اتاق دارن این با این دستگاهه ماهی رو دودی میکنن که بعضی ماهی ها حرارت بهش میدن، یعنی یه هیتر اینجاست، این هوای میچرخه داخل این فقط داخل شلفه، داخلش ماهی رو با طبقه طبقه میذارن و داخل این ستا قاطیه دود از این چوبای نرمه چوب میریزن که حالا نمیدونم از چه جنسی. همجوری میبینی اواپراتور که باز کردیم تمام دستمون مثل حالت قیری شده، ولی این مثل چیز ما رو دوده. بعد اینو بهش میگن هات اسموک، اگر بعضی ماهی ها رو با این هات اسموک میکنن با این دستگاه، و اینجا هم نمیسته دماش از 100 درجه بالاتر نره که شاید این اطلاع به درد بعضی از بچه ها بخوره. به مشتری صحبت کردیم که اشکال نداره که فیلم بگیریم، و قرار اینه که توی شرکت های مختلفی که میریم، کارهای مختلفی که انجام میدیم، از کارهایی که میکنن هم فیلم بگیریم، شاید به درد تجارب بعضی از دوستان توی این رشته بخوره. خب کاری که انجام میده این هات اسموک، اینجا این کولد اسموک که این اواپراتوره داخل این سردخونه بود. خب خاموشش بذار بکنیم که صدا اینجا این کنترلش رو خاموش بکنیم. خب این یکی کولد اسموک هست که یه چیزی که متوجه شدیم اینجا دو تا ظرف گذاشتن داخلش از همون چوبا میریزن آتیش میکنن و این طبقه های شلف ماهی رو از توی سردخونه میزنن داخل این اسموک ایریا، و چون که ماهی باید اینجا به مدت 10-12 ساعت بمونه تا دودی بشه، خب باید حتما دما پایین باشه که ماهی خراب نشه. همین خاطر کاری که این اواپراتور میکنه هم اینجا رو خنک نگه میداره، هم رطوبت رو از ماهی میگیره که ماهی رو خوش بکنه. که حالا کاری اتفاقی که میفته این داخل سردخونه ماهی های تازه از اونجا میان، ماهی ها رو دقیقا اینه ماهی سالمونه، ماهی سالمون اینجا دودی میکنن و میان معمولا کاتش میکنن، بعد که کاتش کردن دیگه میان اسموکش میکنن که ماهی دودی اینجوری میشه. یه دونش هم ما بهمون دادن خوردیم، خیلی خوشمزه بود. که همینجوری که میدونیم ماهی دودی از زمانهای قدیم برای که ماهی رو بتونن نگهداری کنن، چون که یخچال سردخونه نبوده، ماهی رو دودی میکردن که مدت زمان بیشتری بتونن استفاده بکنن. ولی این روزا به خاطر اینکه اون طعم خاصی میده ماهی دودی، هنوزم این ماهی دودی رو استفاده میکنن و خیلی هم گرونه. یعنی توی رستوران ها تو جایی که ساندویچ های ماهی دودی میفروشن یه محصول خیلی گرونی هست که بقولن اینجا رو میکنن پار ماهی و سرخونه رو روشن میکنن و بعد اینجا رو اینجوری آتیش زدن، یه دونه رو یه دونه بقولن نه ظرف اینجا گذاشتن، یه دونه ظرف اونجا گذاشتن و همینجوری روشن میکنن و یه دونه فنم اینجا هست که یه سری دوده رو میبره بیرون. حالا تخصص ما نیست، ولی شاید اطلاعات به درد یک سری از دوستان بخوره. اون موتور اون کندنسوره هم اینجا بیرون نصب شده که کاری که انجام دادیم پامپ داونش کردیم، لوله رفتش اینجا اول بستیم که گاز داخل کندنسور ذخیره بشه. بعد اواپراتور قدیمی رو کندیم، اواپراتور قدیمی رو که کندیم اواپراتور جدید رو نصب کردیم و الان دیگه وکیوم میکنیم و گاز رو باز میکنیم و روشنش میکنیم. این هم تقریبا یه 10-15 سال پیش شرکت دیگه نصبش کرده و ما فقط امروز این اواپراتورشو عوض میکنیم و
موفق و پیروز باشی.